آمدید عزیزان، دکتر فرجان زینی هستم. خوش آمدید به یک گپ خودمانی دیگه ای در هم زوم و هم فیسبوک لایو. خیلی از شما عزیزان دفعه های پیش هم با ما بودید و یه مقدار زیادی میدونید که این چت یه مقداری راجع به اینه که تجربیات خودمون رو بگیم، اتفاقی که داره صدای من میاد. این فضا رو گذاشتیم که هم تجربیات خودمون رو بگیم، با هم دیگه صحبتی بکنیم به اینی که چه اتفاقایی داره برامون میفته. اکثرمون خونه هستیم و فکر کنم هر روز یه تجربیات جدیدی داره برامون پیش میاد که دوست داریم شیر بکنیم. و غیر از اون کسانی هستن که اکسپرت هستن اینجا و میتونن که از دیدگاه خودشون، اگه سوالی دارین براشون، از دیدگاه های خودشون پاسخ این سوال ها رو بدن. حالا چه ربط پیدا بکنه به چه کرونا ویروس، چه ربط پیدا بکنه به شرایطی که امروز داریم، فکر میکنم که یه فضاییه که به هممون کمک میکنه. خوش آمدید. من همه رو میوت کردم، ولی اگر مایل هستید که صحبت کنید، دونه دونه دستاتون رو بالا کنید، یا اگر ویدیو دارید که اینجوری کنید، یا اینی که توی این چت بر من بنویسید که مایل هستید صحبت بکنید که من بتونم فضا رو باز بکنم. از تجربه خودم اول براتون بگم، دیروز خیلی فضای احساساتی بود، ولی احساساتی خیلی شیرینی هم بود. البته صبحش با این شروع شدش که غمی رو که داشتن تمام این پزشکا و نرسا داشتن نشون میدادن و کسانی که داشتن پرپر میزدن توی یک جایگاهی که بتونن کمک کنن، خدمت کنن به همه، و داشتن میمردن و ترس برشون داشته بود، فکر کنم یه احساس خیلی خیلی غمی برای من به وجود آورده بود. ولی در طین روز این عشقی رو که آدم ها داشتن به هم دیگه میدادن بیشتر داشت احساساتی میکرد به حالت مثبت، که با تمام دردایی که وجود داره چقدر فضای مثبت وجود داره. امروز صبح که بیدار شدن داشتم با چند تا از دوستان مراجعین صحبت میکردم، تو فضای جالبی برای من پیش اومده بود و از تجربیات اونا، به اونم اینه که وقتی که الان تلویزیون و CNN و اونجور چیزا رو نگاه میکنیم، یا اینی که آمار مردمی رو نگاه میکنیم، یا اینی که مثلا دیگه کسانی رو میشناسیم الان هر کدوممون که یا گرفتن بیماری رو یا فوت کردن، یا کسانی که اطرافشون هستن، به نظر میاد که یک دفعه این میشه تمام واقعیت و شده این قسمتی که فقط داریم نگاه میکنیم، در حالی که خب واقعیتش این هنوزم 1% واقعیته. 99% واقعیت اینه که خیلی از اشخاص گرفتن، دوستانی من دارم که الان گرفتن و خوب شدن، کسانی هستن که مراجعین هم که خوب شدن، و درصد بسیاری از کسانی هستن که در دنیا نگرفتن. ممالکی هستن که گرفتن و درصدها خیلی بالا بوده، ولی الان برگشتن سر کارشون و دارن کار انجام میدن و میرن جلو و زندگی برگشته به صورت عادی. اینکه این تعادلی رو پیدا بتونیم بکنیم که همه ماها فقط یک قسمت کوچیک این جریان رو نگاه نکنیم و برای خودمون وحشت به وجود بیاریم و کل ماجرا رو ببینیم. قسمت بعدش اینه که کسانی هم هستن که به خاطر اینکه نمیخوان به خودشون وحشت برای خودشون به وجود بیارن، بالعکس شاید که جرأتشون داره گرفتاری براشون به وجود میاره، و اینی که نه من هیچی نمیشه، نه ماسک احتیاج دارم، نه نمیدونم گلاوز احتیاج دارم، اتفاقی نمیفته و دلم میخواد برم بیرون، هر کار دلم میخواد بکنم، مثلا دلم میخواد دوستا و آشناهام ببینم، بسه. و اون هم خب گرفتاری به وجود میاره. و فکر میکنم یه واقع‌گرایی ما بزرگترین کمک رو میتونه که تو این شرایط برامون بکنه، و شناخت احساساتمون و نگاه کردن این که چجوری میتونیم از خودمون نگهداری کنیم. این تجربه این یکی دو روز من بود. حالا آمادم که بگین هر کسی که دلش میخواد دستش رو بالا بکنه که بتونیم با هم دیگه شیر بکنیم. دستتون رو بالا نکنید، من بتونم. مرسی. لیدا؟ مثل که خودتون رو میوت کردی. بله، میوتیم. بفرمایید. الان آن میوت هستم فکر میکنم. بله. بله.
من یه تضادی در وجود خودم میبینم. من تا یادم میاره مرحله بزرگسالی که شدم مرتب درس و کار و همیشه اگه یه مرخصی هم که داشتیم مرتب باید مثلا یه مسافرتی، اونم یه جورایی استراب و یک فشار روحی داشت برامون. الان این روزای اول که من میدیدم او مثلا بلند میشیم، نه کاری نه هیچی، میتونم یه مقداری ورزش کنم، غذایی که دوست دارم با آرامش بخورم درست کنم، برام خیلی جالب بود، اصلا یه رویا بود. بعد دیگه دیدم یه وحشتی دوباره میاد، احساس میکنم که داره مثلا زیادی بهم خوش میگذره، نکنه من خیلی بیخیالم و مثلا اتفاقات خیلی بدی در آینده خواهد افتاد. این تضاد یه مقداری منو، ولی کلن آدم واقع‌بینی هستم، ولی بعضی وقتا آدم فکر میکنه که شاید مثلا کم داره واقعیت رو میبینه. دوست داشتم یه مقداری در این مورد که چطور کنم که مثلا اون آرامش واقعی به هم دست داده بشه صحبت بشه. خیلی ممنونم. بعد من مقدار چیزی که به نظر خودم میاد میگم و بقیه دیدیم که اینجا هستن صحبتی بکنن. توی صحبتی که فرمودید یه دفعه حس کردم میگین که وقتی هم که خوشحالم یه دفعه از خودم میپرسم که نکنه که نباید باشم یا زیادیه یا الان مثلا یه اتفاق بعدی میفته. بعضی موقع ها ماها فکر میکنیم که مثلا لیاقت خوشحالی رو نداریم، یا اینی که وقتی میبینیم یه گروه دیگه در درد هستن یه احساس گناهی به ما دست میده که چرا من خوشحالم، من هم باید عین اونها درد بکشم. ولی واقعیتش اینه که شرایط هر کدوم ماها متفاوته. اگر که در شرایطی هستیم الان تو این زمان که از نظر مالی میتونیم این یکی دو ماه رو بتونیم رد بکنیم و خدشه‌ای بهمون نمیخوره، اگر فامیلمون اطرافیانمون میدونیم امنن خیالشون راحته و یک زمانی بهمون مثل یه وکیشنی رو تحمیلی بهمون دادن که حالا میدونیم وقتمون رو برای خودمون بگذرونیم، اتفاقا یه شادی و شعف برای آدم به وجود میاره. یعنی همیشه گفتیم وقت ندارم وقت ندارم و الان یه وقتی رو بهمون دادن که میتونیم ازش استفاده بکنیم. در نتیجه اینی که ممکنه احساس گناه بکنم هم طبیعیه، ولی اینی که در شرایط خودمون هر کدوممون از این وقت میتونیم به بهترین وجهی استفاده بکنیم و اگر جوری که دارین شما استفاده میکنین براتون شادی داره میاره، چقدر هم خوب که لذتش رو ببرین و کیفش رو بکنین و اجازه بدین. مثل که میگن مثلا به خودتون روا بدونین که این شادیه داره براتون میاد و هیچ اشکالی نداره. و اینه که شما اگر که شادی خودتون رو عقب بزنین دلیل بر این نمیشه که یه نفر دیگه از دردش میاد بیرون. ولی در جایگاه شادیتون اگه میتونین دستی هم بدین به کسی دیگه ای که بتونه اون رو هم شادش بکنین، میدونین یه تنابی بندازین توی مردابی که اون هم بکشینش بیرون، چقدر عالی. و اتفاقا شاید نقش شما تو اینه که شادی خودتون رو حس بکنین و سعی کنین که بقیه رو هم اطراف خودتون رو حداقل بتونین این کارو بکنین. دوست دارم که از کسان دیگه ای هم که در اینجا هستن بشنوم. دکتر قاسملو اینجا هستن، جناب امید نعمتی که ایشون هم یه سیستم روانشناسی ابداع کردن اینجا هستن، و هر کسی دیگه که دوست دارین دستتون رو بالا بکنین که من صحبت بکنم یا صحبتی رو که لیلا جان کردن هم بهشون یه پاسخی اگر دارین به نظرتون میرسه بدین. خیلی امروز همتون ساکتی. نه من میتونم صحبت کنم. بله بله بفرمایید جناب نعمت. سلام عرض میکنم. حالتون خوب؟ ببخشید دیشب یه مقدار من تکنیکال دیفیکالتی داشتم، میشنیدم صحبت ها رو ولی خب نمیتونستم صحبت بکنم. بله همونطور که شما گفتید خیلی سشن متفاوتی بود، اموشنال بود که خوبه، حتما باید اموشنال و لاجیکال جفتش وجود داشته باشه و اون بالانس رو ما پیدا بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره و قصد از این برنامه هم همین هست. چیزی هم که من میخوام بگم منظورم این نیستش که این ویروس چیز مهمی نیست، باید خیلی باهاش عادی رفتار بکنیم. نه، مراقبت ها باید بشه مثل هر بیماری دیگه، مثل هر مراقبتی که باید انجام بدیم. ولی اینم در نظر داشته باشید که مسئله اموشنالیش اونجا پیش میاد که ما بر اساس چیزی که خودتون هم آشنا هستید و دوستان کنیم همون اون بزرگ میشه و ما باید سعی بکنیم که روی کلن اگر داریم فوکوسی میکنیم فقط رو قسمت اموشنالمون و پنیکمون و ترسمون نباشه، روی یه سری از
مسائل مثبت، واقعیت‌ها و اینها باشه که بتونیم در واقع یه نتیجه کاملی بگیریم از این داستان. من فکر می‌کنم که سوشال میدیا خیلی اول که خب اطلاعات غلطی میداد راجع به این مسئله، دیشب و دو سه روز پیش مشخص شد که مقدار سرایت این میتونه از راه‌های دیگه باشه، ایربون هم باشه، اینا رو تمام متوجه شدیم. پس پنیک و مقدار الان بیشتر کرده. یعنی شما که میرفتید فروشگاه خرید می‌کردید، قاعدتاً الان خیلی بیشتر می‌ترسید وقتی که می‌رید. در صورتی که نباید اینطور باشه. اون جنبه‌های احتیاطی شما همیشه باید رعایت بشه. پنیک به خاطر اینه که ما یه سری اطلاعات غلط میاد دستمون، یه سری جدید میاد دستمون. ولی چیزی که من بهش توجه کردم اینه که با شماره میتری که الان هیئت تلویزیون سی ان ان میده که انقدر در دنیا مرده، انقدر نمیدونم بیمار داریم، هنوز به پای اون آنفولانزای ساده‌ای که پارسال در تمام در آمریکا مردم مردن اصلا نرسیده و این خیلی مسئله مهمی باید بهش دقت بکنیم. حالا من دارم قسمت ایموشنالشون نمیخوام بگم، دارم قسمت واقعا لاجیکش و منطقش رو دارم مطرح میکنم، شاید کمک بکنه به قسمت ایموشنمون. اگر پارسال که 35-6 هزار نفر در آمریکا به خاطر یه آنفلانزا مردن رو ما بیایم دونه دونه هر روز بگیم که در اینجا 2 نفر، در اینجا 10 نفر و تلویزیون این مطرح بکنه، میبینیم خیلی مسئله اون گنده تر از این مسئلهی که الان ما باش دست به گریبان هستیم. این قسمت رو در نظر داشته باشین. فوکس ها رو زیاد نذارید روی این چیزی که چقدر خطرناک بوده. نه، اون آنفولانزای خیلی بیشتر خطرناک بوده و خواهد بود. سال دیگه هم این اتفاق میفته. من فکر میکنم این داستان کرونا یه مقدار کمک کرد ماها اورنسمون بیشتر بشه، آگاهیمون بیشتر بشه نسبت به این که همیشه این مسئله هست، همیشه ویروس ها و باکتری ها هستن، همیشه تعداد باکتری که تو بدن بنده است که اینجا نشستم بیشتر از سلولای بدن من هست. این رو همیشه در نظر داشته باشیم. من فکر میکنم این ویروسی مثلا اورنس رو برام آورد، نه اینکه ما سعی بکنیم با تمرکز رو خود ویروس پنیک بکنیم. خودتون هم میدید وقتی یکی میاد پیشتون یا حتی مریضی که من مراجعه میکنه، ما اگه تمرکز رو بذاریم روی اون یه دونه سیمتومی که داره و بیماری که داره، نه تنها خوبش نمیتونیم بکنیم بلکه گنده ترش میتونیم بکنیم. انزایتیش بیشتر میشه، کمر دردش بیشتر میشه. ما باید بذاریم روی اون علتی که در واقع داره اینها رو به وجود میاره و اون علت در واقع ندونستن همونی که چه علتی داره به وجود میاره برای مریض مهمه. بعد بگیم خب شما مثلا سیستم دایجستیو سیستم کار نمیکنه و به خاطر همین هم سردردهی مثلا میگرنی داریم، یه روی اون کار. حالا اگر تمرکز روی سردرده باشه، خب هی سردرده مدلش فقط عوض میشه، ویروس مدلش عوض میشه. پس اینو من دوست داشتم که باهاتون شیر بکنم. منم خودم واقعا توی این داستان هستم، هنوزم خب با خیلی در ارتباط هستم که سعی میکنم کمکشون بکنم، حالا چه تو آفیس چه بیرون. و ولی پنیک به اون شکل فکر نمیکنم اصلا نقشی داشته باشه توی این مسئله. ما اجبارا هممون بهمون یه آف دادن، خب از این آف استفاده کن. چرا تمرکز نمیذاریم روی این تعطیلی که بهمون داده شده؟ حالا اگر مثلا مخونم اون که دستم کارم از دست بدم، همه دارن این اتفاق براش میفته. بعدم جالب اینه که توی آمریکا نیست که داره اتفاق میفته، تو دنیا اتفاق افتاده. مثل این مونه که از بالای کره زمین یه نیروی اومده میگه آقا شما بشینین تو خونه تو هیچ کاری هم نکنین. خب این که راحته که وقتی میریم بیرون کار میکنیم مشکله، باید اینو بیاریم اونو بیاریم، ولی یه چیز همگانیه. الان من فکر میکنم اینجور فکر کردن، نه اینکه دیسمیس بکنیم داستانا، اینجور فکر کردن کمک میکنه یه مقدار آرامش پیدا بکنیم. خب از این فرصت استفاده بکنیم یه مقدارم به مسائل درونی خودمون فکر بکنیم، ضعفامون، تواناییامون، و سعی بکنیم اونها رو ایوالیویت بکنیم و کتاب بخونیم. خیلی کارا میشه کرد واقعا، ولی چون ما انقدر مشغول بیرون بودیم فکر میکنیم حالا همه چی رو از دست دادیم. چیزی رو از دست ندادیم، همه چیزی که ما داریم اینجاست. اگر یه مقدار به این توجه بکنیم فکر میکنم مسائل بیرون خیلی قشنگتر میتونیم هندل بکنیم، نه که چشامو ببندیم و بریم مثلا گوشه نشینی بکنیم به کاری انجام ندیم. این در واقع نظرم این فرصتیه که به خود من داده شده. کتابایی رو که میخواستم بخونم، کارهایی که میخواستم بکنم، افرادی رو که میخواستم باشون در ارتباط باشم. همونطور که دیشب دوستمون گفتن، این سوشال دیستنس نیست، این فیزیکال دیستنسه. یعنی ما فیزیکلی داریم یه مقدار خودمون آیسولیت میکنیم، سوشالی دیگه از این قشنگتر ما دیگه نداریم. دیگه همه جمع شدیم اینجا داریم صحبت میکنیم، شیر میکنیم. اینو اجازه بدین انجام بدیم، اجازه بدین رو این چیزا فوکس بکنیم و ترس و وحشت رو نسبت به
ویروس انقدر گندش دیگه نکنیم، فقط احتیاطامون رو بکنیم به اون جوری که میتونیم و سعی بکنیم فوکسمون رو روش برداریم و اجازه بدیم که این زمان هم بگذرد و برسه به جایی که یه مقدار هم ما آرامش بیشتر پیدا بکنیم، همین که افراد به سلامتی برسن دیگه. من این چیزیست که واقعا مرتب بهش فکر میکنم. مرسی، ممنونم. جناب امید نعمتی بفرمایید. سلام خدمت خانم دکتر و بقیه دوستان عزیز که اینجا تشریف دارن. خیلی وقتتون رو نمیگیرم. دکتر رضا قاسملو تقریبا 70% اون چیزی که میخواستم بگم و خیلی قشنگتر گفتن و فقط من یه اشاره کنم به دوست عزیزی که گفتن احساس گناه میکنن بابت اینکه هیچ کاری برای کسانی که به کمک احتیاج دارن نمیرسه. خب من در کل خیلی راحتم و همین که این داستان کرونا کل برنامه سفر منو به هم زد. من 3 تا سفر خیلی مهم داشتم که باید انجام میدادم و کلن سفرها به هم خورد. دبی که بیس من اونجا هست، پورت و بس، من نتونستم برگردم دبی و کلن همه چی به هم ریخت. ولی خیلی زود اون به دنیای مطلوب خودم تو موقعیت کنونی برگشتم و خیلی راحت بودم، هنوزم راحتم. احساس گناه من رو اذیت میکرد و برای اون اومدم مسئولیت‌هایی که دارم در قبال خودم و دیگرون مشخص کردم که در مورد خودم چه مسئولیتی دارم و در قبال دیگرون چه مسئولیت‌هایی دارم نوشتم و عواطف، احساسات و افکار خودم رو در اون مورد خوب بررسی کردم و بعد واقع بین بودم. و نظر شخصی خودم رو میگم، حالا الزاماً این عمومیت نمیدم، واقعا این داستان کرونا، خب ما یه وظیفه‌ای داریم که مهارش کنیم، ولی واقعا اصلا به اون فوجه و بدی که خیلی‌ها فکر میکنن هست که واقعا نگرانش و ناراحتن نیست واقعا. یعنی شما تعداد افرادی که دکتر قاسم رو همین رو خیلی قشنگ اشاره کردن که بر اثر چیزهای مختلف، بر اثر نوشیدن الکل، سیگار کشیدن، خیلی، حالا نمیخوام حالتون بد کنم، انواع اقسام مرگا رو بگم، دارن از این دنیا میرن، مقایسه کنید با تعدادی که کرونا در اثر کرونا دارن میمیرن یا حتی کرونا میگیرن. واقعا خیلی آمارش به اون حدی که واقعا بخواد زندگی ما رو بد کنه نیست. و همین. خیلی ممنونم، مرسی. حالا اگر فرصت بشه آخرش دوست داریم رجوع به این متد روانشناسی هم که ابدا کردین بشنویم. من میبینم که لیلا جون شما دستتون بالاست، ولی چون دکتر کارندیش 10 دقیقه اومدن فقط در وسط بیمارستان با ما حرف بزنن، آیشون حرف بزنیم و دوباره رهاشون کنیم. با کلن هم گیرز اومدن اینجا که قیافه هانداری میبینیمشون، کلاه و ماسک و همه چی. خب از جایگاهی که ماها نشستیم داشتیم صحبت میکردیم که خب میدونین کلن 1% فوت کردن، بقیه هنوز اونم که گرفتن بهترن، هنوز آمار مثل آنسانتو و اینا نشده. تجربه شما که در نیویورک هستین، اپی سنتری که فقط دارین بیمار قسمت وخیمش رو انجام میدین، ممکنه تجربه دیگه باشه. و گفتم برای بالانس کردن این تجربه ها خوشحالیم که شما بشنویم که تجربه امروزتون چیه توی این فضایی که هستین. حالا البته من فرمایش دوست عزیزمون که داشتن صحبت میکردن رو شنیدم و فرمایش شما هم درسته، یعنی هر کسی از ظن خود شد یار من. یعنی اینکه فرض بفرمایید مثلا شما الان اونجا توی یه موضعی هستین، یه پزشکی که توی یه بیمارستانی مثلا توی لس آنجلس کار میکنه فرق میکنه، یه کسی تو کلینیک هست فرق میکنه، ولی حالا چون من جایی هستم که همه آدمایی که بعد حالا اینجا هستن، من احتمالاً بایاس دارم از نظر به اصطلاح آماری و ممکنه که من چیزایی که میگم بیشتر جنبه‌های منفیش غلب منفی که منظورم اینه که بیشتر اون جنبه‌ها قدرت داشته باشه، برای اینکه هر چیزی که من اینجا میبینم یه حجم خیلی خیلی زیاد از آدمایی که همه‌شون بعد حالن و همه‌شون هم به دستگاه وصلن و ریت بهبودیشون هم خیلی پایینه. اینا که من دارم میبینم، خب حتما یه گروهی زیادی هستن که اینا اصلا میدونید که در صدای اینا رو حالا بعدا سر فرصت صحبت میکنیم، خیلی از افراد اصلا این بیماری کووید رو میگیرن و اصلا متوجه نمیشن که گرفتن و
و ناقلش میشن یا خوب میشن، ایمیون گلوبولینش هم در خونشون درست میشه. بعضیا هستن که علائم خیلی خفیفی میگیرن و اینا علائم شبیه آنفولانزا یا سرماخوردگی هستش و اصلا متوجه نمیشن که کووید، باز اینا هم خوب میشن، هیچ عارضه‌ای دراز مدتی هم نداره. مشکل اون 15%ه که حالشون یک کمی بدتر میشه، اونا پاشون به بیمارستان میرسه، اونا باز یه درصدشون یعنی 50%شون باز خوب میشن، اونایی که دیگه میان زیر دستگاه ونتیلاتور اونا خب متاسفانه ریت کمترشون خوب میشه. و من چون با اونا سر و کار دارم بایاس دارم، یعنی نمیتونم بگم که همه خوبن یا همه بدن. من با کسایی که سر و کار دارم همهشون متاسفانه خیلی بدن. آماری که الان اومده، تا دیروز اومده بود، اینه که 1,000,000 نفر توی دنیا تست کردن که این کووید 19 رو دارن، 50,000 نفر هم فوت کردن. حالا باز دفعه نگاه میکنیم که دنیا تقریبا 7,500,000,000 آدم داره، و تو 7,500,000,000 آدم 1,000,000شون تست شدن و 50,000 نفر فوت کردن، میتونیم که آمارای یعنی فضایی که داریم نگاه میکنیم توی این مدلی که اتفاق افتاده آماراش خب این شکلی خواهد. ولی من فکر کنم دلیلی که پنیک داره اتفاق افتاده که مثل همون مدل سرماخوردگی یا آنفولانزا نیست، برای اینکه یک ویروس جدیدی بوده و چون نمیدونستن که چجوری با این ویروس باید چی کار بکنن، این حالت پنیک داره بسیار به وجود میاد، چون به نظر میاد که هنوز پزشکان هم مشخص نیست براشون که چجوری باید با این کار بکنن با این مسئله، و هنوز هر کسی در حال پیدا کردن اینه، نمیدونستن چجوری شروع پیدا میکنه. حالا اتفاقا اولین بار ما الان مثلا بخواید همین الان برید یه جایی بگید من میخوام تست کنم، تست کووید بدم، میبینید که خیلی پروسه مشکلی هستش و اصلا دولت‌ها زیاد تمایل ندارن، بیشتر دولت‌ها، که این تست انجام بشه. خیلی از کشورها تست رو انجام میدن، عدد رو هم دارن، ولی اعلام نمی‌کنن به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی. خیلی از کشورهای دنیا، که یه کسی به من میگفتش که سازمان بهداشت جهانی اینجوری میگه، گفتم که سازمان بهداشت جهانی چه کار کنه؟ خب اینا آمارشون از کشورها میگیرن، کشورها هم هر چیزی که دلشون میخواد این آمارا رو دستکاری میکنن و به اونها میدن. قسمت سوم منفی کاذب هستش، یعنی اینکه تستایی که تا الان بود تستایی که از حلق افراد گرفته میشه. خب شما خودتون پیش بینی میکنید، حتما حدس میتونید بزنید که اگه قرار باشه یه آدمی بره و در حلق یه بیمار با یه سواب بخواد بره و حلق یه بیمار کوویدی رو مثلا ازش سمپل برداره، من اگه باشم یا به نظرم میرسه که بیشتر آدم ها خیلی اصرار ندارن که حتما به ته حلق برسن، و خیلی وقت از سطوح نزدیکتر به دندون ها و جلوی دهان این سمپل رو بر میدارن و فقط میرن. و برای همین ما منفی کاذب خیلی زیاد داریم. اینه که زیاد رو این تست و عدد و اینا زیاد دقت نباید کرد. بیشتر افرادی هستند که به بیمارستان میان با علامت میان و وایستید و روزهای آینده همینطور آمارا رو ببینید دیگه. شما روزانه آمارا رو دارید میبینید تو دنیا با چه سرعتی داره گسترده میشه. نمیگم که آدم ها باید پنیک کنن، ولی واقعا اعتقاد دارم که آدم ها باید خیلی مواظب باشن. این شبیه هیچ بیماری نیست. من تا بال بیماری رو یادم نمیاد که دیده باشم که همه پزشکا تو وحشت باشن ازش. اصلا نمیشناسم. من بیماری زیکا دیدم، بیماری ابولا دیدم، بیماری یلو تب زرد دیدم، خیلی بیماری ویروسی دیدم، هانتا فیور دیدم، همونی بود که تو یوسمتی بستن، یوسمتی رو برای چند سال، حتما شنیدیم قبلا. ولی این ویروس واقعا حداقل جوری که داره بازی میکنه و ادا در میاره برای ما که زیاد خوشایند نیستش و زیاد و دوستش نداریم، و میگم که خب فقط بیشتر مواظب باشیم، همین. اصلا لازم نیستش که نگرانش باشیم، فقط مواظب باشیم، همین. بدونیم مواظب چی باید باشیم، که از دیروز متوجه شدیم که باید مواظب ایرکاندیشن ها باشیم، مواظب فضاهای بسته باشیم، مثل بانک ها، مثل این استورایی که میریم برای خرید و خرید، و دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد، و سیستم ایمنیمون رو تقویت کنیم با خبرهای خوب. خیلی ممنونم، گفتیم که شما در کنار ما باشید، اگر خوشحال میشیم که هنوزم ادامه بدین و باشید تا زمانی که میتونید، و اگرم میدونید بعد تون بیمارستان هستید برید
آره من میس میکنم این جلسه رو، ولی سعی میکنم جلسه دیگه به موقع باشم و به موقع از اینجا خارج نشم، چون به صورت عادی ببینید فرقش اینه، مثلا ما اگه یه روزی 3 مریض اگر من میداشتم میگفتم چقدر شلوغ شده چه خبره، مثلا یکشو بذاریم برای فردا، سیستم امریکا میدونید تعداد بیمار زیاد نیست، ولی مثلا 33 مریضه که ما باید تحویل بگیریم، همشون هم بد حاله، یعنی فرق این شرایط با شرایط قبلی واقعا از زاویه دید من اینه. حالا خب افراد از زاویه زوایای مختلف میبینن و حالا راجع به اونم بعدا سر فرصت صحبت میکنیم. من فقط عذرخواهی میکنم چون اینا رو میگم مجبورم جلسه رو ترک کنم، این بی احترامی به جمع نباشه، ولی با امید خدا تو جلسه آینده حتما به موقع میام و بیشتر میمونم. مرسی، روزتون خوش. متشکرم از لطفتون، خدا نگهدار. لیلا جان شما دستتون بالا بود، بفرمایید. خودتو میوت کردی لیلا جان. اوکی. درست. سلام مجدد، ممنون خانم دکتر لینی، فرصت رو دادیم به هممون که در کنار هم باشیم و یک نفس تازه‌ای بکنیم. حقیقتا تمام حرفایی که میخواستم بزنم رو آقای دکتر قاسم رو زدن، فقط تاکید حرفشون بود و الان که این صحبت انجام شد که وضعیت تو بیمارستان خیلی بده و تعداد مریض زیاده، یه چیز دیگه تو سر اومد که شاید خوب باشه که شک بکنم و من فکر میکنم یعنی باور شخصی من بر اینه که سلامتی بدن ما بیش از حتی 50% شاید طبق بروس لیپتون که باور داره به body and biology is all 95% همون unconscious mind و ناخودآگاهمون هستش، همون قدر مقدار میتونه روی ایمیون سیستم بدنمون تأثیر گذار باشه و علت مریض های زیاد که وارد مطب ها میشن لزومن یعنی اون وقتی که میکروب وارد بدنشون میشه طوری که اتک میکنه، وقتی ایمیون سیستم بدن ضعیف باشه که ضعیفی ایمیون سیستم 95% ناخودآگاه میتونه باشه، یعنی شما میتونین روی ذهنتون طوری کار بکنین که بدنتون ضعیف بکنه، در برخلاف بتونه کمکتون بکنه، مثل خیلی از کسانی که سرطانشون رو با کانشسنسشون و با در واقع ذهنیتشون عوض کردن به مسئله و هر جهت به کل پروسسی که باید انجام بدن روی ذهنشون. الان چون ترس غالب شده توی جامعه و توی دنیا، افرادی که نمیتونن اون ترس رو به صورت ناخودآگاه در خودشون کم بکنن، ایمیون سیستمشون رو میاره پایین. و من اتفاقا طبق خیلی آدمی هم که خیلی ریسرچ میکنم، از دنیای ساینس میام، خودم ایروسپیس کوالیتی انجینیر بودم برای آموز 10 سال و هر چیزی روی اتفاق میفتره باید حتما دیتا ها رو پیدا بکنم. توی The American Institute of Stress میگه که 75% مریضی ها از ناشی از کرونیک استرس هستش و خب الان فکر کنین تو این شرایط چقدر اون میتونه بدتر صدمه بزنه به ما، در حالی که یه وبسایت دیگه در تایید بر این میگه که اون دیتایی که گرفتم از World Health Organization هستش که میگه که در واقع 80% بیش از 80% از مرگ دنیا، این دنیایی هستش چیزش پرسنتیجش، مربوط به عدم رسیدگی سلامتی فردی، یعنی افراد صدمه هایی که به خودشون شخصا میزنن که به خاطر سلامتیشونه، حالا این سلامتی به خاطر نوع غذاشونه، نوع استرسی که تو کارشون دارن، ارتباطی که با دیگران تو ریلیشنشیپشون از نظر روانی و جسمی، همه اینا چون خودشون رو مینتین نمی کنن و در واقع مدیریت نمی کنن اون سلامتی روح و روانشون رو، 85% مرگ جهان مربوط به نرسیدن به خود افراد هستش. بعد حالا دیتیلش رو دارم، فقط نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، ولی نشون میده که
هر کدوم از اونا بیشترین پرسنتیجش نرسیدن به خوده. و این خانم که صحبت کردن اسمشون رو فراموش کردن گفتن احساس گناه میکنن که به تو این زمان چجوری زمانشون اگر الان مثلا کار نمیکنه یا کار مؤثر نیست پس داره این حس گناه رو میکنه و دقیقا همین پوینت رو میگه. چون ما بهمون یاد دادن که باید موفقیت در انجام کاری در بیرون خودش رو در درآمدت در اینکه چقدر مفیدی بر آدما، چقدر محبت میکنی به خانواده، چقدر برای دیگران خوبی، ولی به خصوص تو فرهنگ ما بهمون آموزش نمیدن که چقدر برای خودمون خوب هستیم، چقدر برای خودمون و سلامتیمون، نه فقط سلامتی جسم بلکه روحمون چقدر فعالیت میکنیم. به محضی که بیکار میشیم فکر میکنیم خب الان حالا من مفید واقع نیستم، در حالی که اینقدر ما باید زمانهای زیادی رو برای سلامت جسم روحمون بذاریم و متاسفانه نمیذاریم نسبت به آمار. البته من میگم این پرسنتیج جهانیه و مسلماً مقدار پروپورشنش خیلی زیادتر از اون چیزیه که وجود داره در بین افراد تو که هر کشوری. میشه صحبت کنی الان یک پرادکتی رو به وجود آوردی که داریم تقریبا رایگان برای دوستانی که احتیاج دارن برای این کرونا ویروس رو داری به وجود میاری. ممکنه خیلی سریع راجع به اون صحبت بکنی؟ چون خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم. من حقیقتش بک‌گراندم مربوط به مهندس انجینیرینگ منیجمنت و تو ایرسپیس بودم، ولی همیشه بک‌گراند که سلف دیولپمنت و سلف هیلینگ یکی از امورای خیلی مهمه بود که تو زندگیمون. پدر بزرگ من از فردی بودش که اوپانیشاد رو ترجمه کرد و همیشه spirituality و well-being برامون بخشی از زندگی بود. یوگا و ریکی و مدیتیشن همیشه تو زندگیم بود. و چون من تو فضای corporation کار میکردم و فضای استرسفول صنعت همیشه بوده، من 18 سال توی شرکت های صنعتی کار میکردم، همیشه این کمک راه هم بوده. بین بریک ها میرفتم توی ماشین میشستم مدیتیت میکردم، تپینگ متد میکردم، همه چیزایی که بلد بودم به دوستان میگفتم. میرفتیم مثلا یواشکی بین لانچ بریک ها، چون حتی ما لانچ بریک ها باید کار میکردیم، هرچی که تایتل میرفت بالا انتظارات بیشتر میشد. تو میتینگ ها باید مهم، میتینگ های استرس بود دقیقا لانچ بریک ها بود. خیلی جون، خاطر لطفاً به توضیح بده برای اینکه الان 3-4 نفر دستشون بالاه و من میخوام به همگی رسیدگی بشه. این کاری هم که دارم میکنم مربوط به کامبینیشن مدلیتی های مختلف رو با هم به صورت ویدیو درآوردم که اینتراکتیو، افراد در واقع میتونن در مدت خیلی کوتاهی در محیط کارشون یا تو هاسپیتال توی خونه از هر جا که هست متد های مختلفی رو استفاده بکنن که کمک بکنه که یک، ایمیون سیستمشون قوی تر بشه، دو، ریوایر کردن آنکانشس مایند رو انجام بده که اینا همه به صورت روزانه انجام میشه. کی هست؟ چجوری میتونن دستیابی بکنن؟ کجا میتونن به وجود بیارن همه اونا رو؟ من حقیقتش قبل از این اتفاق در واقع دیلی شد توی لانچ کردن بیزنسم، ولی میتونم ایمیل رو بهشون پروواید بکنم. هر کسی که این توی این گروه هستن و میشنون به من ایمیل بزنن که من بتونم لینک رو مستقیما بهشون بفرستم، یا اگر که وبسایتم تا اون زمان حاضر بشه که هنوز در حد کانستراکشنه از طریق وبسایت بره. به هر جهت بهشون اطلاع میدم. میتونم الان ایمیل رو بگم خدمتتون. اینفو جان میدیا داریم؟ فیسبوک، اینستاگرام. بله، اینستاگرام لیلا پزشک هستش و ایمیل ادرسم برای این بزنس هست info@mindozone.com mind ozone.com info@mindozone.com. به من ایمیل بزنن، هر کسی که مایل هست این رو که مخصوص همین تو این شرایط پندمیک هست درستش کردم که یه مقداری فرق داره با پروگرام خودم، چون تولزا و در واقع چیزایی که باید باهاشون بازی بکنن دست بزنن یعنی نمیتونم بهشون انتقال بدم، به خاطر مجبور شدم اینو فقط به صورت ویدیو و تصویر و پرکتیسش رو
داخلش انجام بدم. اگر که دوستان این ویدیو به تو ایمیل بکنن اون وقت تو ویدیو رو در اختیارشون میذاری؟ بله، ویدیویی که استپ بای استپ بهشون میگه چیکار کنن. بله اوکی. و بعد توی سوشال میدیای تو هم تو اینستاگرامت که برن لیلا پزشک، لیلا پزشک بیشتر پیدا نمی کنن چیزی در مورد این، چون هنوز من پابلش نکردم اصلا هیچی در مورد مایند اوزون. سرچ بکنن پیدا نمی کنن چون هنوز تحت کانستراکشنه، ولی میتونم اینفورمیشن کامل رو از طریق ایمیل بدم. حالا تا دو هفته دیگه پیش بینی می کنم که وبسایتم لانچ بشه به امید خدا. لیلا جون تو دوشنبه قراره بیای تو برنامه رادیویی من، یه کاری بکن تا دوشنبه بر اونا یکی بتونی یه چیزی به آدم ها بگن. من احتمال خیلی زیاد مجبور میشم که در واقع وبسایت mindozone.com رو بگم، ولی خب در واقع به انجام میرسه انشالله تا اون موقع در حد بیسیکش. من دارم جلوی همه از تو قول میگیرم فیسبوک دوشنبه وبسایت has be up. کسی اینجا وبسایت میتونه درست بکنه برایش کمکش بکنه لیلا وبسایتش؟ من قبل از این میتینگ خانومی رو من هایر کرده بودم، بهم تکست زد که من موفق نشدم کمکت بکنم، یعنی right before this meeting، به خاطر همین دو هفته شد، وگرنه امروز قرار بود وبسایتم تموم شد. ولی نتونستم. حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. مرسی. من همینجوری ترا آدما رو ریل لاین نگه می‌دارم که پروژکتشون آماده بشه. مرسی. دکتر آرش تقوی اینجا هستم. خوشحالم که تشریف آوردین. فقط قبل از اینکه به شما برسیم، یه سروش مطهری گفتن که می‌خوان صحبت کنم. بفرمایید. ولی خودتون رو میوت کردین. بفرمایید. درود بر شما. من از ایرواین دارم صحبت می‌کنم با شما. خیلی خوشحال هستم که یک همچی برنامه پیش اومده در دنیا که ما بتونیم دور هم بشینیم و صحبت کنیم. اینجا سرخپوستای آمریکا اگه با شما آشنایی داشته باشید میگن وقتی آدما وقت ندارن یعنی مردن. شما خودتون که دکتر هستید میبینید همه وقت ندارن. تا حالا تا دو هفته پیش به هر کسی میگفتیم ما وقت ندارن برای هیچی و برای زندگی کردن. بنابراین من فکر میکنم الان که تایمینگ بلت کره زمین کسیم که پاره شده برای خاطر ابیوزی که ما کردیم، یک وقت خیلی خوبیه، یه اپورتونیتی عالیه که ما بشینیم ببینیم ما چی کاره ایم. سلف ریلیزیشن، نمیدونم به فارسی چی میشه، یه ذره بریم درون خودمون ببینیم ما چی کار داریم میکنیم، چرا اصلا اینجا هستیم تو این کره زمین، چرا باید برگردیم به نرمال. همه میگن برگردیم، زندگی نرمال خوب نبوده. آقای دکتر فرمودن شماره ها رو نگاه نکنیم، ولی ما تا حالا 2,400,000 نفر از اول سال از گشنگی مردن. چرا اون رو نگاه نمیکنیم؟ و این ترس خوبیه. من فکر میکنم این یه بیدار باشه برای کره زمین کلا. و پیغامش هم همه میدونیم دیگه، میگه ما همون شعر سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرم. همچی ما فکر میکنیم که انسانیم، اومدیم توی این کره زمین و طلبکاریم از همه چیز و الان باید به خودمون برسیم. من فکر میکنم این لحظات بسیار خوبه. اگر من دکتر روانشناس هستم، شما هستین البته، ولی اگر بشر میخواد زجر نکشه، ناراحت نباشه، تنها راش اینه که به یکی دیگه کمک کنه و مخصوصا در این شرایط که خیلی آدم ها تو خونه هستن، تلفن که میتونیم بکنیم. و اگر این دوستانی که الان اینجا هستن فکر کنم 20 نفر باشیم، لطف کنید هر کدومتون 5 تا دوست رو که داریم به 5 نفر از دوستان ایرانی یا خارجی که در Thursday night، پنجشنبه ها هست، کمک کنید، بگید بیان شرکت کنن، گوش کنن، حالشون خوب میشه. ما کلاس های یوگامون رو الان عده شده 4-5 برابر آنلاین میکنیم. البته ورزش نیست، فلسفه است. و شما وقتی استرس رو تنتونه برای سلامتیتون خوب نیست. بنابراین بالانس کردن فکر، روح و بدن انسان توسط یوگاست که همه میدونیم 10,000 ساله. باور کنید خانم دکتر، من کتاب هایی که سال هاست خریدم اینجا، انقدر روش خاک میخواستم بخونم، تا برای اولین بار خاکا رو پاک کردم اومدم
و از خودم اصلا سوال میکنم که چرا ما انقدر میدویم. و این جمله رو بگم که مثال دنیا همیشه اینطور بوده به نظر من. این خلبانه میگه من خبر خوب دارم، خبر بد دارم. خبر خوب اینه که همه چیز انقدر خوب داره کار میکنه، موتورها، هوا خوبه، اصلا از این بهتر نمیشه، تکنولوژی، همه چیز عالیه. خانمان آقایون، خبر بعد اینه که ما نمیدونیم داریم کجا میریم. خب الانم بشر، الان من بودم، من خودم تو کار ریل استیت هم، باور کنید مشتریای من اجازه گوش نکنن انشالله، 3 خونه دارن، حتما باید یکی چهارمی اوشن ویو باشه، سن بالا که اینا لذت از زندگی ببرن. شما نگاه کنید بیل گیتس چیکار میکنه، کمک میکنه. الان بهترین موقع است این اتفاق افتاده برای کره زمین، همه دنیا، نه یه جا اونور بگیم تهرانیای بیچاره، همه ما و آدمایی مثل شما بسیار کار عالی دارین انجام میدین، دکترای مثل شما که سوشال ریسپانسیبیلیتی داریم، به همین گروه کم میتونه زیاد باشه، همین اطلاعی که ما داریم پخش بکنیم، مثل همین ویروس که پخش میشه و به همین یه ذره برسیم. من فکر میکنم که این موقعیت خوبیه و یوگا هم شما آنلاین خودتون میتونین آتنتیک باشه بکنید و وقتی درون شما عشق شد، آقایی بودم پیروز نفس کشیدنم، شما میشید عشق و روح و شما میدرخشید، این کرونا اینا مزیتتون نخواهد کرد به هیچ وجه. در هر صورت همگی سلامت باشی، یادتون باشه که الان خیلی موقع خوبه برای عروسی، چون هیچ که نمیاد. همینطورم تشییع جنازه به خدا من همیشه فکر کنم $10,000 خانواده و از کجا بیاره چلو کباب مردم بده. الان اتفاقم افتاد، اونم بد نیست، همه چیز خوبه به نظر من. من میرم روی آنمیوت که کنش. خیلی از وقتتون و این کاری که شما میکنید مورد تحسینه. مرسی. مرسی. فقط اون آقایی که داشتین صحبت میکردین امان‌الله قهرمان هستن، ایشون در حال رانندگی کردن هستن، با ما پوش دادن و ایشون معلم استاد یوگای من بودن، البته بنده بچه تنبلی بودن، این تازگی ها یوگا باشون انجام دادم. ولی جناب قهرمان، من فکرم الان موقعی خوبیه که همه چی آنلاین بره، فکر میکنم بهترین زمان آنلاین رفتن ما با یوگا و مدیتیشن مدت فرصت نداشتین، داشتین کارهای دیگه میکردین، اون کارها هم که نمیتونیم بکنیم، الان بهترین وقتش این آنلاین رفتن. جناب دکتر خرقوی جایی نریم، ما بعدش میخوایم بریم سراغ شما. حتما. من متوجه نشدم پوجان جان، شما چی گفتین؟ من یه تیک صدا رو نگرفتم. گفتم الان وقتشه که آنلاین یوگا رو شما انجام بدین. بله، من دارم تمام زمینه‌هاشو میچینم که شروع کنم. اول با بچه‌های کلاس‌های خودم دارم شروع می‌کنم. من این ماه تمام کلاس‌هامو کنسل کردم، برای اینکه خود من 8 مارچ علائمی رو گرفتم که ترجیح دادم که با هیچ کس به حساب اینتراکشن نداشته باشم. الانم بعد از تقریبا فکر می‌کنم بیشتر از 3 دارم میرم به سمت لس آنجلس برای کاری که مجبورم و الا نمی‌رفتم. و حتما این برنامه حتما هم روی فیسبوک هم روی یوتیوب برنامه های کلاس یوگا خواهیم گذاشت و یه سری هم ضبط میکنیم که بتونه در اختیار مردم باشه که بتونن استفاده کنن. حتما. خیلی ممنونم. مرسی. ممنون از شما. و این برنامه فوق‌العاده است، این کانکشنی که ایجاد میکنیم. من فقط یه چیز رو میخواستم اشاره کنم و یه تمایزی بین ترس و احتیاط. دکتر رضا قاسملو خیلی قشنگ توضیح دادن، من فقط بخش منتالشو کار دارم که باها خیلی خوب میتونیم محتاط باشیم از جای مراقبت، یعنی از اون جایی که هر کاری که میکنیم با توجه کامل بکنیم و مراقب باشیم، ولی نه از روی ترس و اضطراب. این دوتا رو اگر حواسمون باشه، حتی میتونیم در بدترین شرایط بریم کارهایی که لازمه انجام بدیم و بیایم و نه خودمون و نه دیگران رو به خطر بندازیم. وقتی که مراقب باشیم، مراقبه رو برای لغت مدیتیشن ترجمه کردن توی فارسی، من فکر میکنم این که
حواسمون به خودمون و دیگران باشه میشه مراقبت. و مراقب باشیم به هر کاری که میکنیم و خودآگاه باشیم، اون وقت جنبه سیفتی رو بهش اضافه کنیم، جنبه این که نه خودم و نه دیگران رو به خطر بندازم. خیلی هم ممنون از این فرصت. قربانش. مرسی. جناب دکتر تقوی، شما خودتون رو میوت کردین. بله خانم دکتر، سلام. حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خدمت همه حضار سلام عرض میکنم. خوشحالم که شما رو ویرچوالی اینجا نمیدونم. آره. خانم تو خوب شد. من و شما بالاخره همدیگر دیدیم. من خسته شدم اینقدر این تبلیغ کرم پوست و با شما و خانم سروش نگاه کردم. هی گفتم ای وای خانم دکتر، ای وای خانم دکتر. خب عرض سلام دارم خدمت همگی. مرسی که خانم دکتر منم دعوت کردن. عرضم به حضور شما، میگن که یه مریضی داشت میام تو اتاق عمل، بعد جراح دیدش که خیلی مریض مضطربه. آقا شما چرا انقدر مضطربی؟ آقای دکتر من اولین دفعه است دارم میام تو اتاق عمل. آقا این که ترس نداره، منم اولین دفعه است دارم میام تو اتاق عمل. داستان ما روانشناسا، یوگا کارها و هر کسی که فکر میکرد که صاحب سبک و صاحب نظر داستان اینه: عقل در شهرش و خر در گل بخفت، شهر عشق و عاشقی هم عشق. تازه ما فهمیدیم که ای وای چقدر خودمون شاید در سلف منیجمنت مشکل داشته باشیم. من خیلی دیدم در هم ایران هم اینجا که هر آنچه که مردم گفتیم اومد تو میدان عمل. یک امبیگیوتی تالرنس، چقدر مردم یاد دادیم که تحمل ابهام چقدر میتونه در وجود یا عدم وجود استراب مشکل داشته باشه. دو، اگزیستانسیال تراپیست ها همیشه در مورد استراب مرگ و که الان استراب مرگ نیست، الان استراب احتمال مرگه. یه فرقی وجود داره بین استراب مرگ در سرطان و استراب مرگ در کووید 19، این که ما استراب دث انگزایتی نداریم، ما استراب احتمال مرگ داریم. و درد لونلینس اومد. من چند شب پیش یه لایوی رفتم، ترجیح دادم به جای می‌خواستم آیزولیشن رو با لونلینس مقایسه کنم، گفتم این آیزولیشن است، این امتینس. کسایی که تو کار مدیتیشن و مایندفولنس هستن میدونن که من امتینس قشنگ جنبه مثبت داره نه جنبه منفی. و مهمتر از همه، ما از وضعیت دوینگ استیت که همش به آدم‌های دیگه میگفتیم چقدر درگیر اعمالیم، بیاین در بینگ استیت و وضعیت سومی که داینگ استیت باشه. من امیدوارم همه آدم ها در کووید 19 به داینگ استیت برسن. داینگ استیت یعنی این، اگر به طور جدی، خیلی جدی، لطفا فیلینگش رو داشته باشین، از جنس باور و فکر نیست، لطفا فیلینگش رو داشته باشین، اگر به طور خیلی جدی امروز آخرین روز سهم شما از کل حیات باشه، میگن 12 میلیارد بوده، احتمالاً 12 میلیارد دیگه هم روشه، ولی وقتی که من میرم احتمالاً لپتاپ من هم مدت زمانی که ماندگار میمونه به عنوان یه جسم فلزی بیشتر از بدن من خواهد بود. داینگ استیت میگه اگر امروز آخرین روز باشه و شما نتونین روزمرتون رو عوض کنین، میگم اگه آخرین روز باشه بلند میشم میرم بغل دریا میخوابم، میگم خب شما مثلا مناطق کویری زندگی میکنی، شما نمیتونی که این مزاحی که در موردش هست اینه که میگن یه نفر توی دریا افتاده بوده، ازش سوال میکنن که اگر شما افتادی تو دریا غرق بشی چی کار میکنی، میگم میرم بالای یه درخت، میگن دریاست درخت نیست، میگه مجبورم، واسه اینکه متوجه نمیشی شما من مجبورم. بعضی موقع اجبارها متاسفانه اینقدر احمقانه و غیر قابل اجرا میشه. اگر روز آخرین روز زندگی ما باشه که با کووید 19 این وعده به همه دوستان داده میشه که مرگ از آنچه که شما فکر میکنید و در آینه ذهنتون به نظر میرسه به شما نزدیکتر از کووید 19. اگه بری آلبرسان خرید کنی ممکنه موقعی که برمیگردی خیلی ویدیوهاش خیلی ویدیوهای جذابه، به هر چی دست میزنی قرمزه، شما خیلی داره ویژوال ما رو به کار میبره. داینگ استیت میگه اگر آخرین روز زندگی شما باشه و شما نتونین فانکشن های زندگیتون رو تغییر بدین، همون پدرین، همون مادرین، همون که هستین، فیلینگتون و اکسپریانستون از زندگی چجوری تغییر میدین. این فرصتیست نه واسه روانشناسا، نه واسه مذهبی و نه واسه ایتیستا،
این فرصتی است واسه همه افرادی که جزو کاتگوری هیومن بینگ قرار میگیرن که متوجه بشن نه چقدر بی‌معنا زندگی میکنن. واقعیت زندگی برای هر کدوم از ما طبق این روایت The meaning of the life is the meaning you give to life. همه حداقل ماها که یه ذره با عصب شناسی و روان شناسی آشنا هستیم میدونیم که واقعیتش فاینال مینینگی نیست. شما کرییت میکنی فاینال مینینگ رو. بعد تازه متوجه میشیم چقدر مینینگایی که خودمون کرییت کردیم بد نبوده. بی محتوا و بی معنا بوده. من خیلی خوشحالم خانم دکتر اتفاق افتاده. از یه نظر خیلی خوشحالم. مردم فهمیدن منتال هلث چقدر مهمه. بله. شما که پزشک نیستی، من که پزشک نیستم. برای چی ما نگران تعداد افزایش ویروسی؟ آقا به ما چه ربطی داره؟ شما الان چه کاری به شما گفتن؟ لطفاً استی ات هوم. تازه شما متوجه میشی کیا دلگوندن؟ کیا نادانن؟ کسی که میگه توکل تو برن جلو؟ آقای متعرق خیلی مثال خوبی زده. من اصلا به این قضیه فکر نکرده بودم. معلوم بعد تمام اقوام مجرد توصیه کنم نه تنها این روزها ازدواج کنن، هر کسی رو که دوست دارن دعوت کنن. هر کسی. الان بهترین موقعیت واسه ابیوز کردن عواطف مردمه. ما تازه فهمیدیم که منتال هلث چقدر مهمه. خانم دکتر، توی داستان کووید 19 جامعه بشری متوجه شد که اگرچه در تکنولوژی خیلی جلو رفته ولی در مچوریتی اونقدر که فکر میکرده جلو نرفته. ایران و امریکا و افریقا و فرانسه هم نداره. ما به غیر منصفانه ترین شکل ممکن مجدداً سلفیش بودنمون، نه ایگو سنتر بودنمون، خود محور بودنمون اومد بالا و شاید همونقدر که بعد جنگ جهانی دوم سازمان بهداشت جهانی ایجاد شد، سازمان ملل ایجاد شد، شاید واقعا بعدش یه سازمان جهانی برای شعور افزایی و تکامل انسان. متاسفانه ثابت شد توی این 70 سال هم ما اونقدر که فکر میکردیم انسان بودیم ولی مثل اینکه هنوز روش نکردیم. این ندارد آخر از آغاز بود، رو تمام آن حکایت باز بود، حال شاه و میهمان برگو تمام، زان که پایانی ندارد این کلام، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. خیلی ممنونم، مرسی. مرسی که از دیدگاه های اگزیستنشالیسم به این ماجرا نگاه کردیم. این مسئله روبرو شدن با مرگ و یا روبرو شدن با پوچی یک حال و هوای خودش رو داره و خیلی جالبه که من توی مدت که با اشخاص صحبت میکنم چند نفری بودن که جالب بودش که قبل از اینکه این ماجرا اتفاق بیفته اتفاقا صحبت خودکشی میکردن توی صحبتایی که با هم میکردیم و تا این جریان اومد و ترس از مرگشون پیش اومد. به این دوالیتی که طرف یک جایی فکر میکنه اگه کنترل منه من میخوام خودم رو بکشم ولی این قبیل یه چیز دیگه من رو بکشه حالا من میترسم. یعنی این دوالیتی خیلی جالبه در ماها که کجاست که مثلا من خودم میخوام کنترل داشته باشم. قبل تو شما یادتونه که یه زمانی روانشناسای بالینی درمانگرها کلا و روانپزشکا رو میگفتن در مورد خودکشی سوال نکنید. بعد آمار گفت 74% افرادی که در 2 هفته گذشته خودکشی موفق داشتن در 2 هفته قبلش به یه نفر گفتن که من میخوام کلک خودم رو بکنم. بعد اومد تکست به ما گفت آقا شما سوال کنین، حتی در مورد سوسایدال ایدیشن سوال کنین. که شما شده مثلا فکر کنی که یه جوری کلک خودتو بکنی؟ بعد منو شما کانفرانس میکردیم. طرف میگو آره من خیلی دارم فکر میکنم. بعد سوال این بودش که خب چرا الان شما پس تو آفیس منی؟ چرا خودتو نکشتی؟ دقیقا حرفی که شما زدین درسته. گر مرد رهی میان خون باید رفت. آقا بیا جلو دیگه، مگه نمیخواستی؟ اتفاقا خیلی خوب شد. بعضیا فهمیدن که اینا سدنس دارن، دیپرشن ندارن، نه وقت خودشونو تلف کنن، نه وقت فلوکسیتینو پروزاک و بقیه رو تلف کنه. دقیقا اون پروزاک وقت ما رو تلف نکنه. خیلی ممنونم از سخنانتون. در حدود 3 دقیقه وقت داریم. میخواستم اگر کسی دیگه این هست که دلش میخواد صحبت بکنه، اگه نه دوباره این چند دقیقه رو بدیم دست جناب مینو جان میخواد صحبت کنن. بعد چند دقیقه میدیم دست جناب آقای قهرمان که این ببندن این فضا رو با یه جای شیرین صحبت‌های شیرین مدیتیشن. بگو مینو جون بفرم.
صدای من من میگم من تازه فهمیدم که 10-12 ساعت چه وقت کوتاهیه در روز، چون هنوز خیلی کارهایی رو که باید انجام بدیم تو این 10-12 ساعتی که مجانی بهمون دادن باز انجام نمیشه، باز میگیم فردا بقیه کارا رو میکنیم، باز میگیم پس فردا بقیه کارا رو میکنیم. به هر حال از بقیه گفتن we gotta take advantage of these hours که مجانی بهمون داده شده و لذت ببریم. اگه کتاب میخونیم کتاب بخونیم، نقاشی میکنیم نقاشی میکنیم، با دوستامون صحبت کنیم. وقت کمه، واقعا وقت کمه، فقط نباید حرومش کرد. خیلی ممنون. با مینو جان و دوست عزیز دیگری که اینجا هستن، خانم سوزی خاتمی که دوست خیلی خوبم هستن، ما یک کار دیگه هم آنلاین بردیم و اونم اینه که سینگینگ کلاس گذاشتیم آنلاین با خانم فریبا شهراز، به همون دارن خوانندگی یاد میدن. بعد دیگه فکر میکردیم که دیگه این یکی نمیشه آنلاین انجام داد، این یکی هم داریم انجام میدیم. بعد داشتیم میگفتیم این یکی خوشمزه تره، چون وقتی تو کلاس نشستی یکی میخونه بقیه ما باید ساکت بشیم، اینجوری همه خودمون رو میوت میکنیم، اون طرف که داره میخونه ما هم داریم باهاش میخونیم، نشه هر کدوممون 10 تا آهنگ داریم میخونیم به جای وقتی اون یکی داره میخونه شما دستشمی داره میخندید. خلاصه به خاطر همین جریان من میخوام که بدونی که این کار خیلی خوبیه ها، از الان سینگینگ کلاس رو شروع کنی، از شدیداً هم انگزایتیتون رو میاره پایین، به خاطر اینه که اکسهیل بازدمتون انقدر زیاده به خاطر اینکه دارین میخونی، دائم انگزایتیاتون پایین میاد. بعدش هم آهنگ‌های جدی رو خوندین، هیچی آخرش هم آهنگ‌های شوخی مثلا خوشگلا باید برقصن، آره از اینجور چیزهای آخرش هم میخونیم که حسابی همدیگه رو بخندونیم و با همدیگه باشیم و من حساب اینو تجویز میکنم. خب دیگه من میخوام فقط یک دقیقه به جناب امان عزیز این فرصت رو بدم که مبحث رو برای ما ببندین با یه دونه مدیتیشن خیلی سریع، با اینکه خودتون دارین رانندگی میکنین، شما چشاتون نبندین جناب آقای امان. خب من دعوتی که براتون دارم این تکنیکو به خصوص عزیزانی که با تعداد زیادی دارین در تماس هستین و میتونین کمکشون کنین، این تکنیک رو یاد بگیرین، نه فقط برای خودتون، برای همه میتونین استفاده کنین. خیلی وقتا شما با کسی برخورد میکنین که همین الان مضطربه و هیچ کار دیگه شما ممکنه براش نتونین بکنین، در همون لحظه خیلی ساده بهش بگین که یه کیک بزرگ جلوشه با 100 تا شمع، تولد 100 سالگیشه، میخواد این شمع‌ها رو فوت کنه. یه نفس عمیق همه بکشین و با فشار تمام این 100 تا شمع رو سعی کنین خاموش کنین با اکسهل، با تخلیه از پایین شکم. دوباره یه نفس عمیق دیگه، دوباره همینجور. این کار رو حداقل با 5 تا تنفس انجام بدین. حداقل 5 تا تنفس انجام بدیم. بعد یکی از کارهایی که خیلی ساده است و خیلی راحت پایین ریه رو تمیز میکنه و ما خیلی وقتا استفاده میکنیم تو یوگا برای پاک کردن پایین ریه و تمیز کردن ریه به خصوص بعد از بیماریهای تنفسی، این کاریه که انجام میدیم. دست خندیدن نیست ولی شبیه خندیدنه. از پایین شکم شروع میکنین قهقهه و با تمام وجود قهقهه انجام میدین از پایین شکم. حداقل 5 تا دیگه اکسل اینجوری انجام بدین. بعد از آخری که انجام دادین نفس عمیق بکشین، تخلیه کنین، چشما رو ببندین و نفس‌های بسیار آروم و عمیق بکشین. شونه، گردن، صورت، فک، همه ریلکس. نفس عمیق و حضور پیدا بکنین به اون تجربه آرامشی که در درونتون حس می‌کنین.
نفس عمیق بکشین، چشما رو باز کنین. خیلی ممنون خانم دکتر زینی برای این موقعیتی که اجازه دادین در خدمت همه باشه. خیلی ممنونم از همگیتون. امیدوارم که مکررن تشریف بیارین دیگه، پنجشنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. زبان انگلیسی، البته اولش یادم میره فارسی حرف میزنم چون اکثرا ایرانی ها بعد دوباره وسطش انگلیسی میکنم، و بعد جمعه ها ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس. خواهش میکنم به دوستانتون بگین، چون هر کسی با تجربیات خودش میاد، متخصصین رو که میشناسین از تخصص‌های مختلف ازشون درخواست کنین بیان در کنار ما باشن که بتونیم فضای غنی رو در حقیقت داشته باشیم تا دیگه این شرایط بگذره. فکر کنم دیگه بعد از اینم خوشمون میاد از این شرایط، حالا این پارتیامون ادامه خواهیم داد برای اینکه داره فعلا میچسبه به هممون. ولی مرسی از اینی که زمانتون رو گذاشتین و با هم بودین. ممنون، خدافظ.